در اندراب ها چی میگذرد؟ یک سو ادعای جبهه موسوم به مقاومت مبنی بر تحرکات نظامی در اندراب بغلان، در سوی دیگر ما روایت های باشندگان اندراب ها. در این میان مسئولان امارت اسلامی در بغلان در پیوند به این روایت ها و ادعاها چی میگویند؟ نوید صمدی خبرنگار تلویزیونی یک به ولایت بغلان رفته و در گزارش به پهلوهای پیدا و پنهان جنگ در اندراب ها پرداخته. ساعت 8 صبح است و از کابل به سوی بغلان می رویم. در چند روز پسین درگیری ها در چندین ولایت کشور از جمله بغلان شهروندان کشور را نگران کرده است. با همه خم و پیچ های مسیر شاهراه سالنگ ها و با سپری شدن ساعت ها از جریان سفر به یکی از ولسوالی های بغلان به خنجان می رسیم. ساعت 3 پس از چاشت است تو ما از ولسوالی خنجان راهی اندراب ها می شویم. پس از تعیین نمودن فرسنگ ها از مرکز کشور به یکی از ولسوالی های بغلان آمده ایم که گفته می شود در آن در این شب و روز درگیری های شدید میان جبهه موسوم به مقاومت و نیروهای امارت اسلامی صورت گرفته است. در اینجا اما بنوی اندراب ظاهراً باشنده های آن از وضعیت امنیتی روزی به نظر می رسند. 4 روز پیشتر دیم سرک می رفتیم، پایین بالا می رفتیم، آزاد رفتن نمی تانستیم، تحت ظلم و شکنجه قرار داشتیم. فعلا دیگه امنیت است. در نماز می ایم، صبحی می ایم، خفتن می خوانیم، می رویم، به ما هیچ کپی نیست. در مردم هر کار می کرد، اذیت می داد، آزار و فعل اخلال امارت اسلامی آمده کلی ما نارام استیم. در سر کارمان، کشتمان، زراعتمان، در دکانمان میتونیم که آزادانه بیم شب یا روز فعل خدا به ما هیچ کس مزایم نمیشه. رفته رفته شب میشود و قرار است بامداد فردا راهی یکی دیگر از ولسوالی های بغلان شویم. بامداد روزی دیگر و آهسته آهسته باشنده های ولسوالی اندراب روز تازه را آغاز میکنند. در روستاهای دور و نزدیک اندراب ها هم باشنده های این ولسوالی ها از تأمین امنیت پس از روی کار آمدن امارت اسلامی راضی به نظر می رسند. از روزایی که امارت اسلامی در داخل اندراب شده در این ساحه عربش ها کدام فایری پراگنده و یکان جنگ و جنجال و هیگه پو بیخی نیست، فقط مردم به حالت نرمال خود زندگی میکنند. منطقه ما آرامیست هست، یه نومو میشه دمو میشه که آرامیست. ما هیچ نامی را نمینیم، منطقه ما فعلا. تا لخو ما هیچ چیز ندیدیم، ولی اگر دیده باشیم. این تبلیغات های رادیو هست، در رادیو میشنویم که این تشکر تشکر، ما با چشم ندیدیم. پس از نزدیک به یک ساعت به دهسلا میرسیم. در چند روز گذشته شماری از رسانه ها و صفحات اجتماعی همواره از درگیری ها در اندراب بغلان گزارش کردند. حال هم باید از اینجا راهی پل حصار اندراب شویم. باشنده های اینجا دنبال کار و زندگی یادیشان. اوضاع خوب است، فعلی خود نظر بشنو که آرامی است. آرامی ما آرامی است، آرامی ما دوست داریم آرامی است. پیش ای که قلبه یک جنجال ها که سخن بود میرنی خشلاق وطنی دیه ما دوازه ما نمیدانستیم اومد. جنجال وطنی بوده بینه خشلاق های این بایی میزد فاید میکن جنجال بود جنگ بود دوازه میدانستیم. ولی فعلی خدا دایی مرد تو عشق ماشیده آرامیس میرم این کس چیترشی نمیدیم. در چند روز پسین شماری از چهره های سیاسی از نسل کشی و اسارت باشنده های اندراب ها نگرانی کردند و در این پیوند واکنش نشان دادند. ما خود نظر ما نمید که آرام، عافیت، گیرای کارمون، دکاندار به دکانداریش، کسبه کار به کسبش. مسیر حرکت ما به دره قاسان اندراب است. روستایی که همواره از نبردها در این ولسوالی حرف و حدیث های وجود دارد. سرانجام به نقطه های دوردست دره قاسان می رسیم. این آخرین نقاط دره قاسان است که هیچ خبری از درگیری میان نیروهای امارت اسلامی و جبهه موسوم به مقاومت وجود ندارد. وضعیت فعلا در دره قاسان نرمال است. کدام مشکلی وجود ندارد. مردم عادی به وظایف خود مشغول هستند. دیگه مصروف کاروبار خود هستند. فعلا آرام است. چیزی گپ نیست.
مسئولان امنیتی که در اندراب‌ها موظف و تأمین امنیت مردم شدند، تأکید بر تأمین امنیت مردم در بغلان دارند. چوکوزل سوی د نغلا است، مثل کوشسته، مجاهدین خلق به خدمت کړي، خلق خوشاله دي، موږ خپل خلق سره خبره کړی هم کتلې دي. څه مشکل نشته، نو عادي خلق د بعضی خبيسان دي، هغه بعضی جو کې خپل دا کوشش کوي چې داسې یو غوغا جوړ کړي، د خپل دي غلا یا د نور مشکلات لپاره لاره جوړ کړي. هغه ان شاء الله هیڅ نشي کولای، هغه ان شاء الله کنټرول کړي مجاهدین او مجاهدین خلق خدمت کړي، څه خبره نشته ان شاء الله. همزمان با این خواستیم تا دیدگاه تازه جبهه موسوم به مقاومت را در پیوند به ادعای این جبهه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر سخنگوی این جبهه حاضر به بیان دیدگاه این جبهه در مورد نشدند. در این میان برخی آگاهان اما ادعاها در مورد نبردها در ولایت‌های کشور را تنها شایعات از سوی کسانی میگویند که کشور را ترک کردند و میخواهند از هان مردم را تغییر دهند. یک آوازهای زد و نقیز در مورد برخوردهای نظامی یا جنگ در بغلان و پنجشیر موجود است. تا بالا کدام اداره رسمی یا مطبوعات ما اطور کدام سند و شواهد را به دست ناوردن، فقط به شکل آوازهای سر چوک مردم این مسئله یاد میکنند. باشندگان سگانه اندراب ها میگویند که در چند شبانه روز گذشته هیچ درگیری در این ولسوالی ها رخ نداده است، بلکه آنان میگویند که پس از حضور امارت اسلامی درگیری های میان خودی افراد مسلح نیز کاهش یافته است. نوید صمدی، تلویزیون یک، اندراب، بغلان.